سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنباله دار میخونم. امشب میخوام قسمت 12 از داستان زیبای سینوهه، پزشک مخصوص فرعون رو برای شما بخونم. توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که سینوهه و همراه مینا به کرت برمیگردن. سینوهه مینا رو به خونه برمیگردونه، اما غافل از این که مینا چند روز دیگه وقتی که ماه کامل شه باید به دریا، به خانه تاریک، یعنی به خانه خدای خودش بره. خانه ای که هیچ بازگشتی از اون نیست. در طی هفته در این کانال داستان‌های زیبایی خونده میشه. داستان سینوهه پزشک مخصوص فرعون، داستان زیبای شیرزاد خاتون و داستان قلعه علموت حسن صبا. فراموش نکنید که نظرتون راجع به این داستان‌ها برام کامنت کنید. بریم تا با هم ادامه این داستان جذاب رو بشنویم. زمانی که به مهمان سرا برگشتم کاپتا هانجا بود. چون زیاد شراب نوشیده بود داخل کشتی های بندر حسابی سرمست شده بود. کاپتا گفت: ارباب، این سرزمین برای ما خدمتکاران مثل سرزمین غربی است. کسی در این سرزمین آنها را کتک نمی زند. به خاطر نمی آورند چه مقدار طلا و جواهرات داشتند. اگر اربابی از خدمتکارش عصبانی شود و او را اخراج کند، خدمتکار فقط باید خودش را در جای قایم کند. روز بعد وقتی که ارباب جریان را از یاد برد به خانه برگردد. کاپتا تا اینجا را با لحن معمولی خودش بر زبان می آورد. ولی بعد از آن چون خیلی مست بود در را بست. وقتی که خیالش راحت شد کسی صدایش را نمی شنود در ادامه گفت: ارباب، در این شهر اتفاقات عجیبی به وقوع پیوسته. سوال کردم چه شده؟ گفت: دریانوردانی که در مشروب فروشی بودند ادعا می کردند که خدای کرت مرده. راهبان که خیلی وحشت کردند در تلاش هستند تا خدای دیگری را پیدا کنند، جایگزین او نمایند و پرستش نمایند. پرسیدم: اینها را از زبان خود آنها شنیدی؟ جواب داد: گفتن این حرف ها خیلی خطرناک است. میگویند دریانوردانی که این حرف ها را زدند از بالای صخره به داخل دریا افکندند تا خوراک 8 پاها شوند. چون پیشگویی شده قدرت کرت با مرگ خدایش از بین خواهد رفت. وقتی حرف های او را شنیدم امیدی در دلم جوانه زد. به کاپتا گفتم: قرار است در شبی که ماه کامل شود مینا وارد خانه خدا شود. اگر او واقعا مرده باشد که به احتمال زیاد همینطور است، چون مردم همیشه دوست دارند از واقعیات آگاه شوند ولی کسی حرفی با آنها نمی زند. آن وقت مینا دوباره از خانه خارج خواهد شد، نزد ما خواهد برگشت، اگرچه کسی تا کنون از آنجا بر نگشته. روز بعد من در تالار بزرگ که نیمکت‌های سنگی آن شبیه پلکان پشت در پشت هم قرار داشتند، به طوری که همه می توانستند به آسانی گاوها را تماشا کنند، جای مناسبی پیدا کردم. من از این طراحی بسیار لذت بردم، چون تا آن وقت در هیچ جای دنیا چون این چیزی را ندیده بودم. در مصر هنگام اجرای نمایش و مراسم رژه سکوهای مرتفعی می گذاشتند که همگان می توانستند خدا، کاهنان و افرادی را که می رقصیدند نگاه کنند. گاوها یکی بعد از دیگری وارد شدند. هر یک از رقاصه ها رقص خود را به نمایش گذاشت. رقص آنها انواع گوناگونی داشت که مطابق دستور تعیین شده همه ی آن را انجام می دادند. دشوارترین قسمت رقص آنها این بود که باید از میان شاخهای گاو به هوا بلند می شدند و در پشت گاو فرود می آمدند. حتی با مهارت ترین آنها هم قادر نبود بدون اشتباه و به درستی از پس این کار برآید. چون قادر نبود که پیش بینی کند حیوان در چه مسیری حرکت می کند یا چقدر سرش را پایین می آورد. ثروتمندان و افراد برجسته کرت روی هر حرکت شرط بندی می کردند. من نمی توانستم این همه شور و شوق آنها را برای انجام این کار بفهمم، چون از چشم من همه گاوها شبیه هم بودند. من نمی توانستم آنها را از یکدیگر تشخیص بدهم. مینا هم رقصید. من در همه زمان رقصیدنش دل با پس جانش بودم. ولی او آنقدر با چابکی و مهارت این کار را می کرد که من هم مانند دیگران از اجرای او لذت می بردم.
دخترها و پسرها با کمترین لباس در برابر گاوها می رقصیدند، چون با لباس زیاد قادر نبودند که به راحتی حرکت کنند. از نظر من مینا زیباترین و خوشندامترین آنها بود. بدنش به واسطه روغنی که زده بود برق می زد. البته ناگفته نماند که دخترها و پسرهای دیگری هم بودند که توسط دیگران تشویق می شدند. ولی من حتی یک لحظه هم نمی توانستم از او چشم بردارم. مینا به خاطر غیبت طولانی مدتش در مقایسه با دیگران به قدر کافی تمرین نکرده بود. به همین دلیل یک حلقه گل هم نگرفت. حامی پیرش که روی موفقیت او شرط بندی کرده بود بسیار ناراحت شد. دچار پشیمانی شد. ولی عاقبت نقره ای را که از دست داده بود فراموش کرد. به استبل رفت تا دوباره شرط بندی کند. او به عنوان حامی مینا حق انجام این کار را داشت. وقتی مراسم تمام شد و من مینا را دیدم، او با لحن خشکی گفت: سینوه، من دیگر تو را نخواهم دید، چون از طرف دوستانم به یک میهمانی دعوت شدم. باید بروم آماده شوم، چون دو شب دیگر قرص ماه کامل می شود. به همین علت امکان دارد قبل از وارد شدنم به خانه خدا دیگر همدیگر را نبینیم، مگر اینکه تو هم مانند بقیه دوستانم بخواهی تا آنجا مرا همراهی کنی. من گفتم باشه، چون در کرت خیلی چیزها برای دیدن وجود داره. آداب و رسوم و لباس زنها باعث سرگرمی من میشه. وقتی داشتم اجرایی تو را نگاه میکردم، تعدادی از دوستانت مرا به خانه خود دعوت کردند. مینا در حالی که خشمگین شده بود گفت: سینوه، من تو را از شادی کردن در جمع دوستانم وقتی که خودم نیستم برحذر میدارم. البته شاید در نظرت من لاغر باشم، گرچه قبلا این حرف را نزده بودی. از تو میخواهم به خاطر دوستی من تا پیش از رفتن من این کار را انجام ندهی. گفتم: من فقط با تو شوخی کردم. اصلا دلم نمیخواهد تا قبل از رفتنت به خانه خدا برایت درد سر درست کنم، چون میدانم کارهای زیادی داری، باید آنها را انجام بدهی. اکنون به بندر میروم، مشغول معالجه بیمارانم میشوم، چون در آنجا تعداد زیادی محتاج کمک من هستند. از مینا جدا شدم، ولی تا مدتی بوی حیوانات شاخدار در بینیم همچنان باقی بود. هیچگاه بوی شهر کرت را از یاد نمی برم. هر وقت با گله‌ای روبرو می شوم، بوی آن را استشمام می کنم، مریض می شوم و اشتهایم کور می شود. قلبم در سینه درد می گیرد. در هر صورت پیش بیمارانم رفتم. دردهای آنها را معالجه کردم. تا اینکه هوا تاریک شد و چراغ‌ها را در خانه های بندر روشن کردند. صدای شادی و خنده از آنجا به گوش می رسید. در کرت حتی بردگان و خدمتکاران هم از زندگی خود سعی می کردند تا جایی که امکان دارد لذت ببرند. از اربابان خود وحشت نداشتند. گویی برای آنها غم و ناراحتی از مفهومی برخوردار نبود. هوا تاریک بود. من داخل اتاق خودم که کابتاه رخت خوابم را آنجا پهن کرده بود نشسته بودم. هیچ چراغی هم روشن نکرده بودم. ماه در آسمان می درخشید، ولی هنوز کامل نشده بود. دیگر از ماه بیزار شده بودم، چون او داشت مرا از معشوقه هم جدا می کرد. حتی از خودم هم بدم می آمد، چون در برابر خواسته هایم دچار ضعف و ناتوانی و ترس بودم. یک دفعه در گشوده شد و مینا وارد شد. او دیگر لباس کرسی ها را نپوشیده بود. همان لباسی را به تن داشت که با آن در مقابل مردم سرزمین های دیگر می رقصید. موهای خود را هم با یک روبان طلایی بسته بود. متعجب شدم، گفتم: مینا، علت این که به اینجا آمده ای چیست؟ فکر میکردم داری برای رفتن به خانه خدا آماده میشوی. او گفت: یواش حرف بزن، نمیخواهم کسی صدای ما را بشنود. بعد در کنارم نشست و به ماه که آرام آرام در حال کامل شدن بود چشم دوخت. بعد از لحظاتی سکوت گفت: سینوه، من از جای خوابم در خانه گاوها بدم میآید. مثل سابق در بین دوستانم خوشحال نیستم، ولی نمیدانم چرا آمدم به این مهمان سراها تو را ببینم. گفتم: کار خوبی کردی آمدی. گفت: اگر قصد داری بخوابی، من مزاحم خوابیدنت نمیشوم. من خوابم نمیبرد. دوست داشتم بوی گیاهان و داروهای تو را استشمام کنم، در صورتی که کاپتا حرفی بی ربط بزند او را تنبیه کنم. مسافرت و تماشای مردم بیگانه به کلی هوش و حواس من رو گرفته. دیگر از این که میان گاوها باشم احساس خوشایندی ندارم. از سر و صدای آنها نیز خوشم نمی آید.
حتی برای رفتن به خانه خدا هم خیلی شور و شوق ندارم. حرفهایی که دیگران در مورد من میزنند مانند مزاح‌ها و حرفهای بی ربط کودکان میماند. از شوخی‌های آنها کسب لذت نمی‌کنم. در قلبم هیچ حسی ندارم و مغزم خالی شده. گفتم به زیبایی‌ها و زندگی بیاندیش. گفت به هرچه که فکر می‌کنم غم‌انگیز است. من هرگز دچار این احساس نشده بودم. از تو درخواست می‌کنم همان گونه که واردی دوباره دستهایم را بگیر. سینوه، تا موقعی که دستهایم در دستهای تو هستند از هیچ چیز نمی هراسم. مرگ، شیطان، گرچه می دانم که دوست داری به زنانی چاقتر از من و خوشگلتر از من بنگری و دستهایشان را بفشاری. به او گفتم مینا خواهرم، دوران کودکی من مثل نهری زلال با زمزمه ای آرام جاری بود. جوانیم مثل رودخانه‌ای بزرگ و پرخروش بود که بزرگتر می شد و زمین‌های زیادی را در بر می گرفت. گرچه آبش گلالود بود و عاقبت در یک گرداب راکد و بوگندو متوقف شد. وقتی تو پیشم آمدی، این آبها همگی در یک بستر عمیق جاری شدند. دنیا به من خندید، شیطان از من فاصله گرفت. من به خاطر تو در جستجوی نیکی برآمدم. مریض هایم را بدون هیچ توقعی معالجه کردم. هیچ خدای اهریمنی بر قلب من حکم فرمایی نمی کرد. وقتی تو بروی روشنایی هم خواهد رفت. روح من مانند کلاغی در بیابان می شود. دیگر به کسی محبت نخواهم کرد. از مردم بیزارم. از خدایان بدم می آید. دوست ندارم درباره آنها چیزی بشنوم. گفت آیا می شود کاری کرد؟ گفتم بدان که در این دنیا سرزمین های زیادی وجود دارد، ولی فقط یک روز خانه مانند نیل است. اجازه بده با هم به سرزمین سیاه برویم. به کنار رودی که هر روز صبح صدای لک لک ها را در میان نیزارهایش بشنوی. طلوع خورشید طلایی را نظاره کنی. مینا، با من بیا تا با هم سبویی بشکنیم و پیوند زناشویی ببندیم و هرگز از هم جدا نشویم. زندگی آرامی خواهیم داشت. بعد از مرگ جسدهای ما محافظت خواهند شد، به طوری که می توانیم در سرزمین غربی یکدیگر را ببینیم و در آنجا برای همیشه با هم زندگی کنیم. او با دستهایش صورتم را نوازش کرد و گفت سینوه، حتی اگر هم دوست داشته باشم نمی توانم با تو همراه شوم. هیچ کشتی یا قایقی حاضر نیست که ما را از کرت خارج کند. هیچ ناخدایی جرأت ندارد که ما را در کشتی خود پنهان کند. خدایم الان هوای مرا دارد. من نمی گذارم که تو به خاطر من جانت را از دست بدهی. من نمی توانم همراه تو شوم، چون در برابر گاوها رقصیدم و خواست آنها از خواست من قوی تر است. سوال کردم می شود واضح تر بگویی؟ گفت من قادر به توضیح بیشتر نیستم، چون تو قادر به درک این احساس نیستی. پس باید در شبی که ماه کامل می شود وارد خانه خدا شوم. هیچ قدرتی نمی تواند جلوی مرا بگیرد. هیچ کس از علت آن آگاه نیست. فقط شاید مینوتاروس علت این امر را بداند. قلبم در سینه‌ام مثل مقبره‌ای تهی شده بود. به او گفتم هیچ کس نمی داند فردا چه پیش خواهد آمد. من هم باورم نمی شود که تو از آن خانه برگردی. این احتمال وجود دارد که تو در عمارت‌های طلایی خدای دریا از چشمه آب حیاتش بنوشی، بعد همه چیزهای زمین از جمله من رو از یاد ببری. به همین دلیل به هیچ چیز معتقد نیستم. اینها افسانه‌ای بیش نیست. من تاکنون در هیچ سرزمینی چنین چیزی ندیدم که بتوانم این افسانه‌ها را بپذیرم. پس آگاه باش که اگر به موقع از خانه خدا بر نگردی، خودم وارد آن می شوم و به دنبالت می گردم. تو را می یابم، حتی اگر دوست نداشته باشی که برگردی. مینا، این تصمیم آخر من است. حتی اگر آخرین کار هم روی زمین باشد و بعد از آن زنده نمانم. مینا در حالی که ترسیده بود دستش را روی لبهایم قرار داد و گفت سکوت کن. تو هیچگاه نباید این حرف ها را بزنی یا حتی با آن بیاندیشی. خانه خدا خیلی تاریک است. بیگانگان قادر به پیدا کردن راه خود در اونا نیستند. آنجا برای بیگانگان مانند کمینگاه مرگ می باشد.
تو هم قادر نخواهی بود راه خودت را بیابی، چون به وسیله دروازه های محکم از آن محافظت می کند. گفتم پس تو چه کار می کنی؟ گفت مطمئن باش که من مطابق میل خودم بر می گردم، چون خدایم آنقدر سنگدل نیست که وقتی قصد برگشتن داشته باشم جلویم را بگیرد. او خدای مهربانی است که همه قدرت و عظمت کرت به خاطر وجود اوست. به خاطر وجود اوست که درختان زیتون شکوفا می شوند، دانه ها در زمین به بار می نشینند و غلات در مزارع عمل می آیند. کشتی ها با سلامت از بندری به بندر دیگر می روند. او بادها را موافق ما هدایت می کند. وقتی که کشتی ها در مه گم می شوند، به آنها کمک می کند تا راه خود را بیابند. پس چه دلیلی دارد که با من بد رفتاری کند؟ مینا از کودکی در تاریکی و سایه نادانی رشد کرده بود. من قادر به باز کردن چشمهای او نسبت به حقیقت نبودم. گرچه می توانستم به وسیله یک سوزن جراحی فرد کوری را بینا کنم. او را بغل کردم و فشار دادم. مینا مرا عقب نکشید. سرش را روی شانم قرار داده بود و آرام عشق می ریخت. من گرمی قطره های عشقش را حس می کردم. به من گفت سینوه دوست من، اگر شک داری که من برمی گردم چیزی را از تو دریغ نمی کنم. پس هر کاری که دلت می خواهد انجام بده، حتی اگر مجبور باشم به خاطر این کار جانم را از دست بدهم. چون وقتی با تو هستم از مرگ نمی ترسم، چیزی نمی شود مگر اینکه خداوند مرا از تو بگیرد. از او سوال کردم تو مشکلی نداری؟ او با تعلل جواب داد نمی دارم. فقط می دارم که وقتی بدون تو هستم آرام و قرار ندارم. خودم به خوبی مطلعم که خودم را عادت دادم که از این حس فرار کنم و بترسم. قبل از آن دختری سرخود و رک بودم و اندام لاغر و دوشیزه بودنم بسیار می بالیدم. دستی به سرش کشیدم و گفتم برای من همین که امشب به اینجا آمده ای کفایت می کند. مانند روزهایی که با هم در خیابانهای بابل قدم می زدی. گفت هرچه دوست داشته باشی و درخواست کنی دریغ نمی کنم. گفتم روبان طلایی موهایت را می خواهم و دیگر چیزی نمی خواهم. در حالی که به شدت متعجب شده بود مرا نگاه کرد. بعد دستی به اندام خود کشید و گفت شاید من بیش از اندازه لاغر هستم. مطمئنن تو زنهای چاقتر را بیشتر می پسندی. در حالی که لبخند می زدم گفتم در نظر من هیچ زنی زیباتر از تو وجود ندارد. هیچ کس به اندازه تو نمی تواند مرا خوشحال کند. بر طبق سنت سرزمین من ما سبویی را در میان هم می شکنیم و با این کار زن و شوهر می شویم. گرچه کاهنی نیست که شاهد ازدواج ما باشد یا نام ما را در کتاب معبد ثبت کند. پس اجازه بده کاپتاه سبویی برای من بیاورد تا این مراسم را انجام دهیم. چشمان مینا از شدت تعجب بازتر شده بود. در روشنای ماه می درخشید. با خوشحالی دستهای خود را برهم زد و خندید. من به دنبال کاپتاه گشتم. ولی وقتی در را باز کردم دیدم پشت در نشسته و مشغول گریه است. به محض دیدن من اشکایش را پاک کرد و بلندتر گریه کرد. سوال کردم چه شده؟ چرا گریه می کنی؟ گفت ارباب من قلب مهربانی دارم. وقتی شما مشغول حرف زدن با آن دختر بودید نتوانستم مانع گریه‌ام شوم. تا به حال در طول عمرم اینقدر حرف‌های غم‌انگیز نشنیده بودم. با خشم او را کتک زدم. گفتم منظورت این است که همه حرف‌های ما را شنیده‌ای؟ گفت بله، زیرا مستمعین دیگری در پشت در ایستاده بودند که با شما کار نداشتند. فقط جهت جاسوسی درباره آن دختر آمده بودند. من جهت حفظ آرامش شما و با این فکر که شما دوست ندارید کسی مزاحم گفتگویتان شود با تهدید آنها را دور کردم. خودم پشت در نشستم. چاره ای جز شنیدن حرفهای شما نداشتم. به قدر حرفهای شما زیبا بود که مرا به گریه واداشت. وقتی حرفهای او به پایان رسید به خاطر ساده لوحیش دلم به رحم آمد. او را کتک نزدم. فقط گفتم اگر به حرفای ما گوش داده ای پس باید بدانی من الان چه میخواهم. سری برو و برایم یک سبو بیاور. سوال کرد چه نوع سبویی باشد ارباب؟ سفالی باشد یا سنگی؟ نقاشی شده یا ساده؟ بلند یا کوتاه؟ باریک یا گشاد؟
من با چوب دستیم به او زدم و گفتم تو به خوبی منظور مرا میدانی، پس مهم نیست چه سبویی باشد. دیگر تفره نرو، اولین سبویی را که میتوانی به دست بیاوری بلافاصله بیاور. او گفت من همان لحظه میتوانستم بروم بیاورم، ولی از قصد این سوالها را کردم تا بهتر تصمیم بگیری. شکستن سبو میان زن و مرد کاری مهم است که نباید در مورد آن عجله به خرج بدهی، ولی چون خواسته شما این است من چاره ای ندارم که آن را بیاورم. کاپتاه یک سبوی روغن که بوی ماهی میداد برای من آورد. من و مینا آن را بین خودمان شکستیم. کاپتاه که شاهد این ازدواج بود پای مینا را بر گردن خود گذاشت و گفت از این لحظه به بعد شما بانوی من هستید. می توانید به من امر و نهی کنید، همانطور که اربابم می کند یا حتی بیشتر. ولی امیدوارم موقعی که عصبی هستی روی پاهایم آب جوش نریزی. همیشه کفش بدون پاشنه و صندل های نرم در پا کنی، چون من کفش ها و صندل های پاشنه دار را دوست ندارم، چون روی سرم کبودی و برآمدگی بر جای می گذارند. من نیتم این است که با وفاداری کامل از شما مراقبت کنم، همانطور که مراقب اربابم هستم، چون به شما علاقه من شدم، گرچه اندامی لاغر و سینه هایی کوچک دارید. من متعجبم که اربابم از چه چیز شما خوشش آمده، ولی من برانم که از روی وجدان و با در نظر گرفتن منافع شما و نه خود، همانطور که از اربابم می دزدم از شما هم بدزدم. وقتی حرفش به پایان رسید خیلی ناراحت شد و گریه کرد. مینا سر و صورت چاق او را مورد نوازش قرار داد. از او دلجویی کرد تا آرام شود. من هم به او دستور دادم تا خورده های کوزه را جمع کند. آن شب من و مینا کنار هم خوابیدیم. او بین بازوهایم دراز کشید، طوری که نفسش به گردنم می‌خورد و موهایش روی گونه هایم ریخته بود. ولی من او را تصاحب نکردم، چون چیزی که برای مینا لذت نداشت برای من هم نمیتوانست لذت بخش باشد. فقط یک چیز را به خوبی میدانستم. من در آن لحظه نسبت به همه انسانها محبت میکردم. هیچ وقت فکرهای پلید به ذهنم راه نمیدادم. در همه سرزمینها سرخ و سیاه، در زیر این آسمان مهتابی، همه مردان برادرانم، همه زنان مادرانم و همه دختران خواهران من بودند. و این همان عشق بود. روز بعد دوباره مینا در مقابل گاوها رقصید. من دل واپس او شدم، ولی صدمه‌ای به او وارد نشد. مردی جوان از بین دوستانش از روی پیشانی گاو لغزید و روی زمین افتاد. حیوان تن او را لگد مال کرد. بعد تماشاچیان از جای خود برخاستند، با هیجان فریاد می زدند. وقتی که گاو را از او دور می ساختند و بدن آن جوان را به استبل منتقل کردند، زنها خود را به او رساندند. دست و پاهای خونالود جوان را لمس کردند. با خوشحالی گفتند عجب صحنه زیبایی بود. مردها هم گفتند مدت‌ها بود با چنین صحنه جالبی روبرو نشده بودیم. بعد بیان که کمترین حس ترحم و ناراحتی به خود راه دهند، شرط بندی را آغاز کردند. طلا و نقره‌های خود را خرج کردند و شراب نوشیدند. بعد به خانه های خود رفتند و تفریح کردند و چراغ های شهر را تا دیر وقت روشن گذاشتند. من به تنهایی روی زیراندازم دراز کشیدم، چون آن شب مینا نمی توانست نزد من بیاید. صبح روز بعد یک کجاوه اجیر کردم تا همراه مینا به خانه خدا بروم. او سوار بر کالاسکه طلایی که توسط اسب هایی که با پرت از این شده بودند کشیده می شد به آنجا برده شد. دوستانش سوار بر کجاوه یا پای پیاده به دنبال او حرکت می کردند. با صدای بلند می خندیدند و روی او گل می ریختند. در موقع راه رفتن شراب می نوشیدند. راه خیلی طولانی بود. همه همراهان با شوخی با یکدیگر و شکستن شاخه ها خود را سرگرم می کردند یا دنبال گوسفندان روستایی می رفتند. خانه خدای آنها در صحرا و در دامنی کوهی در نزدیکی ساحل واقع بود. وقتی با آنجا نزدیک شدیم، جمعیت صدای خود را پایین آورد و کم کم خنده هایشان هم پایان گرفت. توصیف آن خانه مشکل است، زیرا شبیه تپهی کوچک بود که بر روی آن گل و گیاه رویده بود و مستقیم به کوه منتهی می شد. در ورودی خانه دو دروازه بزرگ بود. قبل از آن معبدی کوچک جهت نزورات و نیز محل مستقر شدن نگهبانان نیز بود.
گروه بود که جمعیت با آنجا رسید. دوستان مینا از کجاوه پایین آمدند، روی چمنها دراز کشیدند و شروع به نوشیدن و خوردن و شوخی با هم کردند. مراسم مذهبی را از یاد بردند، چون حافظه کوتاه مدت برای اهالی کرت بی‌معنا است. بعد از تاریکی هوا مشعلها را روشن کردند و با شوخی به دنبال هم دویدند. مینا تنها در معبد نشسته بود. کسی حق نزدیک شدن به او را نداشت. من به او نگاه می کردم. او مثل تندیسی آسمانی بود. جامه‌ای طلایی بر تن و دستمال زرندود بزرگی بر سر داشت. می کوشید که به من لبخند بزند، ولی لبخندش از روی خوشحالی نبود. وقتی که ماه بالا آمد، نگهبانان طلا و جواهراتش را در آوردند. او را به ردایی ساده ملبس نمودند و موهایش را با یک تور نقره‌ای بستند. سپس میله های دروازه مسی را عقب کشیدند. دروازه ها با صدایی بم و رعداسا باز شد. برای حرکت دادن هر دروازه 12 مرد نیاز بود. در آن سوی دروازه تاریکی دهان گشود. سکوتی عمیق بر همه جا حاکم گشت. مینوتاروس کمربندی طلایی بر کمر بسته بود و شمشیری بر پهلویش آویزان بود. او سر طلایی گاو را روی سرش گذاشت، به طوری که دیگر شبیه انسان‌ها نبود. نگهبانان مشعلی به دست مینا دادند. مینوتاروس او را به درون خانه تاریک راهنمایی کرد، جایی که آنها ناپدید شدند. سپس دروازه‌های مسی دوباره غرش کنان بسته شدند. با میله های عظیمی که برای کشیدن آنها به مردان نیرومند بسیاری نیاز بود، محافظت گشت و من دیگر مینا را ندیدم. به قدری ناراحت بودم که احساس می کردم هر لحظه قلبم دارد از سینه‌ام بیرون می آید. من به خاک افتادم، سرم را روی زمین فرود آوردم. آن موقع بود که فهمیدم دیگر موفق به دیدن مینا نخواهم شد. گرچه او به من قول داده بود که بر می گردد تا با هم زندگی کنیم، ولی مطمئن بودم که او بر نمی گردد. چون تا آن موقع در این باره دچار تردید بودم، ایمان داشتم، می ترسیدم، امید داشتم. در صدد بودم که خودم را مجاب کنم که خدای کرد با خدایان دیگر فرق دارد. مینا را به خاطر عشقی که او را به من پیوند زده رها خواهد کرد. حالا دیگر نمی توانستم کاری بکنم جز این که روی زمین دراز بکشم، در حالی که کابتا هم کنارم بود. سرش را در دستانش گرفته بود و اشک می‌ریخت. جوانهای برگزیده کرد با فانوس‌هایی که در دست داشتند از کنار من رد شدند. آنها می‌رقصیدند و آوازهایی می‌خواندند که من متوجه نمی‌شدم. با بسته شدن دروازه‌های مسی چنان هیجانی بر آنها چیره شد که شروع به رقصیدن و آواز خواندن کردند. صدای آنها مانند کلاغ‌های سیاه در گوشم تنین انداز بود. بعد از لحظاتی کاپتاه گریه‌اش را قطع کرد. گفت: ارباب، اجازه می‌دهی چیزی بگویم؟ گفتم: در مورد چه؟ گفت: درباره همین اتفاق اخیر. پرسیدم: کدام اتفاق؟ گفت: همین جریان مینا. پرسیدم: چه می‌خواهی بگویی؟ گفت: اگر چشم‌هایم به من دروغ نگفته باشند و چندان شراب ننوشیده باشم که در خواب به سر برم، آن مرد سرشاخ از میان کوه بیرون آمد، ولی نمی‌دانم چگونه، زیرا کسی دروازه‌های مسی را نگشود. او درست می‌گفت. مینوتاروس برگشته بود. سر طلایی گاو در زیر نور ماه با تلالوی هراس‌انگیز می‌درخشید. او نیز همراه دیگران می‌رقصید. من با دیدن او نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. سری به طرفش رفتم. آستین‌های او را گرفتم و گفتم: مینا کجاست؟ او دستان من را کنار زد، نقاب را روی سرش جابجا کرد، ولی وقتی که دید تسلیم نمی‌شوم، این بار نقاب را برداشت و با عصبانیت گفت: بر هم زدن مراسم مقدس ممنوع است، ولی از آنجا که تو یک بیگانه‌ای و از آداب و رسوم ما خبر نداری، تو را می‌بخشم، به شرط اینکه دیگر هیچگاه روی من دست بلند نکنی. دوباره پرسیدم: مینا کجاست؟ گفت: من مینا را در تاریکی خانه خدا تنها گذاشتم و بازگشتم تا به احترام خدا در رقص آیین شرکت کنم. دیگر با مینا چه کار داری؟ تو قبل از این هدایای خودت را به خاطر برگرداندن مینا به خانه دریافت کرده ای؟ گفتم: این دیگر به تو ربطی ندارد. تلاش کردم به طرفش بروم، ولی او مرا هول داد. رقاصان در میان ما قرار گرفتند.
بعد کاپتاه دست مرا گرفت و به زور از آنجا دور کرد. بهترین کار همین بود، وگرنه چه کسی می داند که امکان داشت چه اتفاقی بیفتد. کاپتاه به من گفت: ارباب، برای چه حماقت می کنی؟ توجه این همه افراد را به خودت جلب می کنی؟ تو همانند اینها برخص و آواز به خانه شادی کن. من می دانم که مینوتاروس از در کوچکی از کنار دروازه های مسی خارج شد. به همین دلیل با آنجا رفتم و آنجا را دیدم. نگهبانی در را قفل کرد. کلید را با خودش برد. حالا شراب بخور، آرام باش. صورت تو شبیه صورت جن زدگان از حالت طبیعی خود خارج شده. چشمانت مثل چشمان جغد ها دودو می زند. کاپتاه مقداری شراب به من داد. من همانجا روی علف ها در زیر نور ماه خوابیدم. کاپتاه با حیله داخل شرابم تریاک ریخته بود. با این کار قصد تلافی داشت. چون من در بابل به همین طریق جانش را نجات داده بودم. او پتویی روی من انداخت. مراقب بود که رقاصان مرا در زیر پاهایشان لگد مال نکنند. به این ترتیب کاپتاه جان مرا نجات داده بود. زیرا امکان داشت که من در اوج ناامیدی خنجرم را در شکم مینوتاروس فرو کنم و جانش را بگیرم. او کنار من نشست تا بطری شراب تمام شد و بعد خوابید. روز بعد از خواب بلند شدم. تریاک به قدری قوی بود که یک لحظه متوجه نشدم کجا هستم. ولی وقتی شب گذشته را به یاد آوردم آرام شدم. هوشیاریم را به دست آوردم. خیلی از افرادی که شب گذشته در مراسم شرکت داشتند به شهر برگشته بودند. ولی تعدادی از آنها از زن و مرد با بدنهای لخت و برهنه روی چمنزار دراز کشیده بودند. چون دیشب را تا صبح شراب نوشیده و رقصیده بودند. وقتی از خواب بیدار شدند، لباسهای نو پوشیدند. زنها موهای خود بالای سر جمع کردند. ولی بیشتر آنها حوصله نداشتند. چون آب دریا سرد بود، نمی توانستند حمام کنند. آنها به آب گرم داخل لوله ها که در شهر بود عادت کرده بودند. در هر صورت، صورتها، لبها و چشمهای خود را آرایش کردند. از یکدیگر سوال کردند. چه کسی منتظر مینا میماند؟ چه کسی به شهر برمیگردد؟ اکثر آنها از خوشگذرانی و عیاشی خسته شده بودند. در طی روز به شهر برگشتند. فقط جوانترها به بهانه انتظار برای برگشتن مینا ماندند. تازه فهمیده بودم که چرا به غیر از بندر در جای دیگری از شهر خانه های جهت تفریح وجود ندارد. با دیدن رفتار آنها در شب و روز قبل فهمیده بودم دخترانی که رقصیدن را به عنوان حرفه‌ای برای خود برگزیدند با زنهای کرت رقابت سختی دارند. قبل از اینکه مینوتاروس برود به او گفتم: گرچه من بیگانه هستم، ولی آیا می توانم همراه دوستان مینا اینجا منتظرش باشم؟ نگاهی زیرکانه کرد و گفت: هیچ کس مانع تو نمی شود. ولی خوب است بدانی اکنون یک کشتی در بندر لنگر انداخته که تو می توانی با آن به مصر بازگردی. چون بیهوده منتظر می مانی. هیچ یک از افرادی که تا به حال وقف خدای کرد شدند بر نگشتند. ولی من با چرب زبانی و با حالتی ساده لوحانه اصرار کردم و گفتم: این واقعیت دارد که من از مینا خوشم آمده بود، ولی امتناع او از نزدیکی با من به خاطر خدایش خسته کننده بود. حقیقت این است که خیلی دلم نمی خواهد او برگردد. من هم مثل بقیه این حرفها را بهانه قرار دادم. اینجا دختران و زنهای زیادی وجود دارند. در حقیقت مینا یک دختر حسود بود. چون خودش قادر نبود با من تفریح کند، اجازه نمی داد که با دیگران تفریح کنم. از همه مهمتر، این که باید به خاطر رفتار شب گذشتم از شما پوزش بطلبم. چون مست بودم، خیلی ناخودآگاه به شما بی حرمتی کردم. چیز زیادی را نمی توانم به یاد بیاورم، چون هنوز کمی گیج هستم. او لبخندی زد و گفت: اگر موضوع از این قرار است، من مانع تفریح تو نمی شوم. چرا که مردم کرد تنگ نظر نیستند. پس تا هر زمان که تمایل داری در انتظار مینا بمان. ولی حواست باشد که زنهای کرد از تو بچه دار نشوند. زیرا تو یک بیگانه، این برای زنها خوب نیست. از حرفهای من نرنج. چرا که من به عنوان یک مرد با تو حرف زدم تا با آداب و رسوم ما آشنا شوی. من او را مطمئن کردم که مراقب خواهم بود. در مورد تجربیاتم با دوشیزگان معبد در سوریو بابل آنقدر وراجی کردم که مرا بیشتر از قبل جاهل و احمق دانست. دستی روی شانم کشید و عازم شهر شد.
با این حال فکر میکنم دستور داد که نگهبانها هوای مرا داشته باشند. به زنان کرت دستور داد که مرا سرگرم کنند. زیرا کمی بعد از رفتنش گروهی از زنها پیش من آمدند. آنها حلقه های گل به گردنم آویختند و مرا با خود به میان بوته‌زارها بردند تا با هم غذا بخوریم و شراب بنوشیم. من این گونه بود که اوج شهوت رانی آنها را دیدم. آنها اصلا از من شرم نمی کردند. من هم مقداری شراب خوردم و تظاهر به مستی کردم، به طوری که آنها نتوانستند از وجودم کسب لذت کنند و عصبانی شدند. آنها مرا کتک زدند و خوک نامیدند. کاپتان آمد و دستم را کشید، از بین آنها بیرون برد. به خاطر مستیم مرا ملامت کرد. به آنها پیشنهاد کرد که برای متمتع گردیدن جای مرا بگیرد. زنان به او خندیدند. جوانترها در حالی که به شکم گنده و سر تاس او اشاره می کردند، او را مسخره کردند. ولی در هر حال او یک بیگانه بود. اکثر زنها جذب خارجی ها می شدند. به همین دلیل وقتی خنده‌ی خود را به پایان بردند، به او اجازه دادند که به جمع آنها بپیوندند. به او شراب دادند، با میوه دهانش را پر کردند و او را بز نر صدا می زدند. در آنجا از بوی بدن کاپتاه بیزار بودند، ولی کم کم این بو و بقیه رفتارهای او برایشان طبیعی شد. به این ترتیب آن روز هم تمام شد. من از این همه هوسرانی و هرزگی آنها به سطوح آمدم. آن شب هم مانند شبهای گذشته گذشت. من با شنیدن صدای دختران و زنانی که از دست جوانها می گریختند تا آنها نتوانند لباسهایشان را از تنشان در بیاورند بیشتر احساس دلتنگی می کردم. صبح روز بعد تعداد زیادتری محل را ترک کردند و به شهر برگشتند. فقط جوانترها و نگهبانان کنار دروازه ها ماندند. روز سوم آنها هم رفتند. من هم اجازه دادم کجاوه ای را که منتظرم بود با خود ببرند. کسانی که با پای پیاده آمده بودند به دلیل مستی و خستگی حالشان خوب نبود. دوست داشتند بخوابند. ولی من دوست نداشتم کسی بماند. هر روز مقداری شراب به نگهبانها می دادم. آن روز غروب هم وقتی سبوی شراب برای آنها بردم تعجب نکردند. با شادی از من قبول کردند. آنها در تنهایی خیش لذت و سرگرمی چندانی نداشتند. مجبور بودند که یک ماه صبر کنند تا نفر بعدی بیاید و وارد خانه خدا بشود. اگر قرار بود نگهبانان از چیزی تعجب کنند، منتظر ماندن من برای مینا بود. ولی از آنجایی که من یک خارجی بودم، مرا ساده لوح فرض می‌کردند و شرابم را می‌نوشیدند. هنگامی که متوجه شدم کاهن مقیم در معبد هم با آنها هم عقیده است، به کاپتاه گفتم باید حرفهای مرا گوش دهی. سوال کرد چه چیزی میخواهید بگویید؟ گفتم در مورد جدایی ما. گفت جدایی برای چه ارباب؟ گفتم خدایان مقرر کردند که ما از هم جدا شویم. مینا هنوز نیامده. گمان نمی کنم که برگردد. مگر آنکه من دنبالش بروم و او را با خود بیاورم. از آنجا که هر کس تا به حال با آن خانه تاریکی رفته دیگر بر نگشته، دور از انتظار نیست که من هم بر نگردم. به همین دلیل برای تو لوحی گلی نوشتم. آن را با مهر سوریم تایید کردم. به طوری که می توانی به سوریه بازگردی. پولهای مرا از تجارت خانه ها بیرون بکشی. اگر مایل بودی می توانی خانه مرا به فروش برسانی و بعد از آن آزادی که به هر جا دلت خواست بروی. ولی اگر فکر می کنی امکان دارد تو را در مصر به عنوان بردهی فراری دستگیر نمایند، در اسمیرنا بمان. در خانه من و با پول من زندگی کن. آنطور که شرایط ایجاد می کند، حتی احتیاجی به مومیایی کردن جسد من نیز نداری. اگر مینا را پیدا نکنم، دیگر چه اهمیت دارد که جسمم محافظت شود یا نه؟ حالا برو و این مهره شانس را هم با خودت ببر. چون تو بیشتر از من به آن معتقد هستی، گمان نمی کنم در سفری که پیش رو دارم به کارم بیاید. کاپتاه مدتی طولانی سکوت کرد و چیزی نگفت. سپس گفت ارباب، از این که به خاطر خشونت بیمورد مرا کتک می زدید ناراحت نیستم، چون می دانم هدف شما تربیت من بوده. شما معمولا به نظرات من گوش داده ای. با من نه به عنوان یک خدمتکار، بلکه مثل یک دوست برخورد کرده ای. به طوری که بعضی از اوقات مرتبه شما را فراموش کردم، تا اینکه دوباره با چوب دستی خود مرزی را که از جانب خدایان در میان ما مشخص شده بود ایجاد می نمودید.
در این شرایط که من پاهای کوچک مینا را روی سر خودم نهادم و در مقام خدمتکارش در برابرش مسئول هستم، نمیتوانم بگذارم شما به تنهایی وارد خانه تاریک بشوید. حتی اگر نتوانم به عنوان خدمتکار شما را همراهی کنم، زیرا به من دستور داده اید که شما را ترک کنم. من هم باید مطیع امر شما باشم، هرچند احمقانه باشد. به عنوان یک دوست در رکاب تو خواهم ماند، گرچه من نیز چون شما گمان نمی کنم که سنگ مقدس بتواند ما را در این شرایط یاری کند. او انقدر قاطع و محبت آمیز حرف می زد که نمی توانستم باور کنم. حتی مثل گذشته آه و ناله هم نکرد. ولی به نظر من در شرایطی که وجود یک نفر کفایت می کرد، رفتن هر دوی ما به آغوش مرگ احمقانه بود. من این را به کاپتا هم گفتم. به او دستور دادم که من را به حال خودم بگذارد. ولی او یک دندگی به خرج داد. گفت اگر نگذاری با تو بیایم، ناچارم پنهانی دنبالت کنم. ولی ترجیح می دهم با تو بیایم، زیرا چندان از خانه تاریک می هراسم که حتی با فکر کردن در مورد آن گوشت تنم آب می شود. به همین دلیل امیدوارم اجازه دهید سبوی شراب با خودم بیاورم. هر از گاهی جرعه ای از آن بنوشم تا بر شجاعت من بیفزاید. تا مبادا از ترس فریاد کشم و موجب پریشانی شما شوم. من به بحث پایان دادم و گفتم دیگر حرف نزن. اگر می خواهی شرابت رو هم با خودت بیار. ولی همین حالا باید برویم، چون گمان می کنم نگهبانها به وسیله شرابی که با تریاک آمیخته بودم به خوابی عمیق رفتند. نگهبانها و کاهنان همه کی خواب بودند. من خیلی راحت می توانستم کلید را بدون اینکه کسی مزاحمم شود از خانه کاهن، همان جایی که از قبل دیده بودم، بردارم. مقداری زغال نیمسوز و چند مشعل با خود بردیم. فانوس ها را روشن نکردیم، چرا که ماه در آسمان دیده می شد و همه جا روشن بود. گشودن در کوچک کار سختی نبود. ما وارد خانه تاریک شدیم و در را پشت سر خود بستیم. من در تاریکی صدای برخورد دندانهای کاپتاه را به لبه سبوی شراب می شنیدم. کاپتاه که به وسیله شراب شهامت خود را از یاد برده بود با صدای محکم گفت ارباب، بیایید یکی از مشعلها را روشن کنید. روشنایی از آن بیرون دیده نمی شود. این تاریکی حتی از تاریکی مرگ هم وحشتناکتر است. گرچه از مرگ گریزی نیست، ولی ما به اینجا با خواست و میل خودمان وارد شده ایم. زغال ها را فوت کردم. یکی از مشعل ها را روشن کردم. فهمیدم که در یک سرداب بزرگ هستیم که ورودی آن توسط دروازه های مسی مسدود شده بود. 10 راهروی مختلف که هر یک از آنها دیواری آجری داشت به این ورودی ختم می شد. من خودم را برای دیدن چنین منظره ای آماده کرده بودم، زیرا شنیده بودم که خدای کرت در محلی اقامت دارد که دارای دالانهای تو در تو است. یکی از کاهنان بابل به من آموخته بود که همه راهروها مطابق با طرحی یکسان و با توجه به اعما و احشاء حیوانات قربانی حفر می شوند. به همین دلیل فکر کردم که می توانم رو هم را پیدا کنم، چون بارها اعما و احشاء را در مراسم قربانی دیده بودم. فکر کردم که راهروی تو در توی کرت هم بر اساس همان ساخته شده است. بنابراین به راهرویی که از بقیه بزرگتر بود اشاره کردم و گفتم ما از این راه می رویم. ولی کاپتاه گفت ما عجله ای نداریم، نباید احتیاط را از دست بدهیم. باید حواستمان باشد که گم نشویم. یقین پیدا کنم که راه برگشت را پیدا خواهیم کرد. البته اگر اصلا بتوانیم برگردیم، که خودم هم در این مورد تردید دارم. به همین خاطر کلافی نخ از کیسه‌اش بیرون آورد، انتهای آن را به یک میخ استخوانی گره زد، میخ را در خشت ها فرو کرد. این طرفاً در عین سادگی آنقدر زیرکانه بود که اصلا به ذهن من نرسید. غرور را در چشمان کاپتاه می دیدم. به او گفتم عجله کن. به این ترتیب با تصویری که از اعما و احشای گاوها در ذهنم نقش بسته بود وارد راهروهای تاریک خانه شدم. کاپتاه به دنبال من کلاف را باز میکرد. ما بیوقفه در تاریکی میرفتیم. پیوسته دالانهایی در برابر من ظاهر میشد. گاهی با دیوار برخورد میکردیم. مجبور میشدیم برگردیم و راهمان را عوض کنیم. سرانجام کاپتاه ایستاد و شروع به بو کشیدن کرد. در حالی که از ترس دندانهایش به هم می خوردند، مشعل در دستش لرزید و گفت
ارباب، بوی گاو ها را حس می کنید؟ من نیز آن هنگام متوجه بوی بدی مثل بوی گاو ها شده بودم. حتی از آن هم بد بودتر بود. به نظر می رسید که این بو از همه دیوارها استشمام می شود. گویی همه راه رو یک استبل بسیار بزرگ بود. من به کاپتاه دستور دادم که بدون آن که نفس بکشد راهش را ادامه بدهد. بعد او جرعه ای آب نوشید. با عجله جلو رفتیم تا اینکه پایم روی چیزی لغزنده غلتید. خم شدم. فهمیدم جمجمه پوسیده یک زن است که هنوز موهایش روی سرش بود. آن موقع بود که متوجه شدم دیگر مینا را زنده نخواهم دید. ولی انگیزه قوی مرا به جلو می کشند که او را بیابم. من دست کاپتار را گرفتم. نگذاشتم گریه و زاری کند. به حرکتم ادامه دادم. دوباره به دیواری برخورد کردیم. مجبور شدیم مسیرمان را تغییر دهیم. در یک لحظه کاپتاه در حالی که خیلی ترسیده بود ایستاد و به زمین اشاره کرد. موهای روی سرش سیخ شده بود. رنگ از صورتش پریده بود. من نگاه خیره او را دنبال کردم. توده ای تاپاله خوش شده گاو روی زمین دیدم. ولی این توده به بلندای یک انسان بود. چنان که اگر یک گاو آن را گذاشته باشد غیر قابل باور بود. کاپتا هم با من هم عقیده بود. گفت امکان ندارد این تاپاله به یک گاو تعلق داشته باشد. چون این گاوی نمیتواند وارد این راه روها بشود. گمان میکنم این تاپاله ها به یک افعی قولاس ها تعلق دارند. این را گفت و دوباره جرعه شراب نوشید. من با خودم اندیشیدم که بیگمان این راه رو برای حرکات یک چنین افعی بزرگی ساخته شده. یک دفعه به سرم زد که برگردم. ولی دوباره یاد مینا افتادم. با اشتیاقی دوباره حرکت کردم. کاپتاه را دنبال خودم کشیدم. من خنجر خود را محکم در دستم فشار می دادم. گرچه می دانستم هیچ خنجری نمی تواند به من کمک کند. هرچه پیش می رفتیم بوی تعفن بیشتر می شد. به گونه ای که نفس کشیدن برای من دشوار شده بود. با این وجود می دانستم که داریم به هدف ما نزدیک می شویم. به راه خیش ادامه دادیم تا آنکه نور ضعیفی در مسیر به چشممان خورد. ما در آن هنگام وارد کوه شده بودیم. دیوارها دیگر خشتی نبودند، بلکه از صخره‌های آهکی تراشیده شده بودند. مسیر به سمت پایین پیش می‌رفت. ما از روی استخوان‌های بدن مردگان و توده‌های تاپاله راه رفتیم تا اینکه به غار بزرگی رسیدیم. ما بر روی لبه صخره و فراز گسترده‌ای از آب ایستادیم. بویی متعفن همه جا را پر کرده بود. نور از طرف دریا وارد غار می شد. می توانستیم بدون مشعل اطراف خود را ببینیم. صدای رعداسای برخورد امواج بر صخره های دوردست شنیده می شد. در سطح آب مقابل ما کیسه های بزرگی روی آب شناور بودند. بعد از اندکی دقت فهمیدم بدن یک جانور عظیم و جثه است. حیوانی با اندازه‌ای غیر قابل تصور که بدنش با بوی تند و گند در حال پوسیدن بود. سر حیوان در آب فرو رفته بود. همان گاو عظیم و جثه کرد. بدن جانور بیشتر به حیوانات دریایی شباهت داشت. قسمتی از آن در زیر آب بود و قابل دیدن نبود. متوجه شدم در برابر خدای کرد واقع شدم. و نیز پی بردم که ماها قبل مرده. ولی حالا مینا کجاست؟ وقتی یاد مینا افتادم، جوانان دیگر را هم به یاد آوردم که پیش از مینا وارد خانه شدند. جوانهایی که حق نداشتند به زنها نزدیک شوند. دخترانی که باید باکره بودن خود را حفظ می کردند تا سعادت یابند. در کنار خدای کرتی ها قرار بگیرند. به یاد استخوان ها و جمجمه های آنها افتادم که در مسیر روی زمین ریخته شده بود. آن جانور عظیم و جثه‌ای که در آن راه روها آنها را دنبال می کرد و راهشان را با پیکر قولاسایش سد می کرد، به طوری که نه پرشهایشان نه هیچ شیوه دیگری نمی توانست آنها را نجات دهد. این هیولا هر ماه یک بار گوشت انسان می خورد. غذایی که از طریق حاکمان کرد، از طریق بدنهای دختران و پسران برای او فراهم می شد تا حاکمیت کرد بر دریاها ابدی بماند. این موجود باید مدتها قبل توسط طوفان از جرفای هولناک اقیانوس به درون این غار رانده شده باشد. بعدها حصاری در عرض مدخل کشیدند تا مانع بازگشتش شوند. راهروی تو در تو ساختند تا بتواند در آن حرکت کند. از آن پس تا زمان مرگ
با گوشت قربانیان تغذیه شده است. بعد از آن هم حیوان به این بزرگی در دنیا نبوده تا به کرت بیاید. ولی مینا کجا بود؟ من با ناامیدی اسمش را دیوانوار فریاد زدم. صدایم داخل راه را پیچید. یک دفعه کاپتا خونی را که روی صخره خشک شده بود به من نشان داد. به دنبال رد خون پایین رفتیم تا در میان آب به بدن مینا، یا بهتر است بگویم آنچه از بدنش مانده بود، رسیدیم. خرچنگ های دریایی با ولع بدن او را می خوردند. صورتش به طور کامل از بین رفته بود. من فقط او را به واسطه تور نقره‌ای موهایش شناختم. نیازی نبود به دنبال اثر شمشیر روی سینه‌اش بگردم، زیرا می دانستم که مینوتاروس او را تا آنجا دنبال کرده است. شمشیرش را در پشت او فرو نموده و او را به داخل آب انداخته تا کسی متوجه نشود که خدای کرت مرده است. او مطمئنن قبل از مینا این کار را بر روی پسران و دختران زیاد دیگری هم کرده. آنگونه که کاپتاه بعداً برایم گفت، من با دیدن آن صحنه و پی بردن به همه ماجرا با صدای بلند گریه کردم و از هوش رفتم. اگر او مراقب من نبود درون آب می افتادم. در مورد آنچه بعد از آن رخ داد چیزی نمی دانم، جز چیزهایی که کاپتاه برایم تعریف کرده. بیهوشی عمیق، به دنبال آن بیقراری و رنج و عذاب و ناامیدی. کاپتاه به من گفت کنارم نشسته، با این گمان که من هم مردم، مدتها برای من و مینا گریه کرده بود تا اینکه مقداری حالش بهتر شده. وقتی دریافت که من هنوز زنده هستم، تصمیم گرفت مرا نجات بدهد، چون دیگر نمی توانست کاری برای مینا انجام بدهد. او جسدهای دختران و جوانانی را دیده بود که مینوتاروس آنها را هم به قتل رسانده و داخل آب انداخته بود. خرچنگ‌ها هم گوشت بدن آنها را خورده بودند. در هر حال بوی خیلی بد آنجا حالش را بد کرد. وقتی فهمید که نمیتواند هم سبوی شراب و هم مرا به همراه خودش ببرد، باقی مانده شراب را سر کشید، سبو را داخل آب انداخت. بعد از نوشیدن شراب و با شجاعتی که به دست آورده بود، با سختی فراوان و به کمک نخهایی که روی دیوار به عنوان نشانه به جا گذاشته بودیم، مرا تا دروازه ها کشند. بعد از قدر تعامل تصمیم گرفته بود که همان گونه که راه را برمی گردد، کلاف را هم بپیچد تا ردی از خودمان باقی نماند. ظاهراً کاپتاه در زیر نور مشعل متوجه علائم مرموزی بر روی دیوارها شده بود. مطمئناً مینوتاروس آنها را ایجاد کرده تا راهش را پیدا کند. کاپتاه به من گفت که سبوی شراب را داخل آب انداخته تا هنگامی که مینوتاروس جنایت بعدی را مرتکب شد، موضوعی باشد که فکر او را به خود مشغول کند. صبح تازه از راه رسیده بود که کاپتاه مرا از خانه تاریک خارج کرد. در را قفل کرد و کلید آن را به خانه کاهن بازگرداند. چون کاهن و نگهبانان توسط شرابی که با تریاک مخلوط شده بود هنوز خواب بودند. بعد از آن مرا به مخفیگاهی در یک بوته‌زار در کنار ساحل رودخانه برد. آنجا صورت و پاهایم را شست تا به هوش بیایم. از اینها هم چیزی در ذهنم نمانده. به من داروی مسکن داده بود. حال من تا موقعی که به شهر رسیدیم بهتر نشد. از آنجا به بعد همه چیز را به خاطر دارم. من دیگر ناراحت نبودم. دیگر به مینا هم نمی اندیشیدم. او دیگر سایه‌ای جدا افتاده در جانم بود. گویی او را در یک دنیای دیگر دیده بودم. در عوض متوجه شده بودم که خدای کرت مرده. بر اساس اعتقاد آنها، قدرت کرت باید رو به زوال برود. وقتی به نزدیکی شهر خوش آب و هوا رسیدیم، از فکر اینکه تمام ساختمان‌های زیبای آن روزی در میان شعله‌های آتش خواهند سوخت و فریاد شهوت‌انگیز زنان به زجه‌های مرگبار تبدیل خواهد شد و مینوتاروس با آن نقاب طلایی مورد ضرب و شتم قرار خواهد گرفت و همراه با بقیه غنایم در بین سربازها تقسیم خواهد شد. و چیزی از شکوه بی نظیر کرت باقی نخواهد ماند، خرسند بودم و لذت می بردم. هر جزیره‌ای در دنیا با تمام شگفتی‌هایش به اعماق دریا، جایی که روزی از آن سر برآورده بود، فرو خواهد رفت. من به مینوتاروس نیز اندیشیدم. به خاطر مرگ مینا از او دلگیر نشدم، چون مینا با آن هیولا رو در رو نشده بود تا از مهارت‌هایی که بلد بود استفاده کند و از او بگریزد، بلکه قبل از اینکه بفهمد به قتل رسیده بود. میدانستم که فقط مینوتاروس از مرگ خدای کرت با خبر است. رازی که او مخفی کرده بود چیزی نبود که بقیه به راحتی از او بپذیرند.
می دانستم که او وظیفه سنگین را به عهده گرفته، چون باید هر ماه و سالهای متمادی بهترین و زیباترین پسران و دختران سرزمین خود را با دانستن اینکه چه بر سرشان می آید به آنجا بفرستند. نه، من اصلا کینه ای در دل نداشتم. روی شانه های کاکتاه لم داده بودم و آواز می خواندم. او خیلی راحت دوستان مینا را متقاعد می کرد که من همچنان مست هستم و منتظر مینا. آنها همین حالت من برایشان طبیعی بود، چون من یک بیگانه بودم. به نظر آنها یک بیگانه ی احمق در این وقت روز شراب می خورد و مست می شود. سرانجام کاکتاه توانستی کجاوه اجیر کند، مرا به مهمان سرا ببرد. من همچون شراب زیادی نوشیده بودم، خواب عمیقی به سراغم آمد. وقتی بیدار شدم احساس سبکی می کردم. حالم بهتر بود. دوباره به یاد مینوتاروس افتادم. آیا وظیفه من کشتن او است یا باید او را رها کنم؟ اگر حقیقت را می گفتم می توانستم جان عده زیادی از افرادی را که قرار بود وارد خانه تاریک شوند نجات بدم. ولی مطمئن بودم که واقعیت مثل خنجری در دست بچه‌ای می ماند. هر آن امکان دارد دست خود او را زخمی کند. از سوی هم من به عنوان یک بیگانه حس می کردم که خدای کرت هیچ ربطی به من ندارد. مینا دیگر مرده بود. خرچنگ ها بدن او را قطعه قطعه کرده بودند، گوشت تنش را خورده بودند، جسدش روی آب مانده بود. با خودم گفتم تقدیر من سالها پیش از تولدم در ستاره اقبالم نوشته شده. این گونه خودم را آرام کردم. با کاپتاه در مورد افکارم حرف زدم، ولی او گفت که من بیمارم و نیاز به استراحت دارم. اجازه نمی داد کسی مرا ملاقات کند. آن زمان از دست کاپتا خیلی شدید خشمگین بودم، چون دائما به من قضا می داد، در حالی که اصلا اشتها نداشتم. خیلی تمایل داشتم که شراب بنوشم. از تشنگی همیشگی و پایان نیافتنی عذاب می کشیدم. فقط با نوشیدن شراب آرام می شدم. به قدر می نوشیدم که روی بیناییم تأثیر می گذاشت. در چنین شرایطی متوجه شدم همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست. زیرا یک شرابخوار وقتی زیاد شراب بنوشد همه چیز را دوتایی می‌بیند. تصورش این است که درست می‌بیند، حتی اگر غالباً بداند که اشتباه است. وقتی تصمیم می‌گرفتم که در مورد این موضوع با کاپتاه صحبت کنم، او از من می‌خواست که بخوابم، چشمانم روی هم بگذارم و آرام باشم. اکنون قادر هستم شدت ناراحتی خودم را درک کنم، گرچه افکارم را از یاد بردم، چون شراب مرا گیج و سرگردان کرده بود. هنوز هم اعتقاد دارم که شراب در آن روزهایی که با مرگ میرا مواجه شده بودم و اعتقادم را به خدایان و انسانیت برای همیشه از دست داده بودم، بهترین کمک کننده بود. در وجودم چیزی همراه با گازهای شراب تبخیر گشته بود و از بین رفته بود. قبل از این هم در دوران کودکیم چون این حسی را تجربه کرده بودم. آن هم زمانی که کاهن معبد آمون آب دهان خود را روی مجسمه می پاشید و با آستینشان را پاک می کرد. رودخانی زندگیم متوقف شد. آبهایش در دریاچهی وسیع گسترش پیدا کرد که سطح آن چون آینهی که آسمان پر ستاره در آن جلوه می کند روشن بود. ولی هنگامی که در آن فرو می کردند آب آن راکت می گشت. قهر آن چیزی جز لجن و گلولای نبود. یک روز صبح از خواب بلند شدم. کاپتاه را دیدم که کنار مهمان سرا نشسته، در حالی که سرش را در میان دو دستانش قرار داده بود اشک می‌ریخت. سبوی شراب را برداشتم، قدری نوشیدم و بعد از او پرسیدم چرا داری گریه می‌کنی؟ بعد از چند روز این نخستین بار بود که داشتم با او صحبت می‌کردم، چون از نگرانی احمقانش به ستوه آمده بودم. او سرش را بالا گرفت، جواب داد: همین حالا یک کشتی در بندر لنگر انداخته که به زودی به سوریه می رود. شایع شده که این آخرین کشتی است که قبل از شروع طوفان‌های زمستانی کرت را ترک می کند. من هم به همین دلیل اشک می ریزم. به او گفتم پس تا هنوز کتک نخورده ای برو سوار کشتی شو. دست کم از دست گریه و زاری دائمی تو و دیدن چهره غیر قابل تحمل تو راحت می شدم. وقتی این حرف را زدم شرمنده شدم. سبوی شراب را روی زمین گذاشتم. حس تلخی در وجودم ایجاد شد، چون حداقل یک نفر بود که مرا تسلی داده بود، حتی اگر او یک برده فراری باشد. کاپتاه گفت ارباب، راستش را بخواهی
من هم از دست حماقت‌های شما به سطوح آمدم. مرده‌ها مردن، دیگر باز نخواهند گشت. بیایید اینجا را ترک کنید، چون کاری برای انجام دادن اینجا ندارید. همه طلا و نقره‌ای که جمع‌آوری کرده بودید از پنجره بیرون انداختید. با این دستانی که دچار لرزش هستند قادر به درمان کسی نخواهید بود. حتی قادر به نگه داشتن یک سبوی شراب هم نیستید. اول گمان می‌کردم که نوشیدن شراب برای شما مفید است. مصر بودم که بنوشید. البته خودم هم می‌نوشیدم. همیشه به دیگران فخر می‌فروختم که نگاه کنید چه اربابی دارم. او مثل یک اسب آبی شراب می‌نوشد. طلا و نقره خود را بدون هیچ ملاحظه‌ای صرف نوشیدن شراب می‌کند. ولی دیگر با آنها فخر فروشی نمی‌کنم، بلکه به خاطر اربابم شرمنده‌ام. چون هر چیزی حد و مرزی دارد. در نظر من شما پا را از حد فراتر گذاشته اید. من هیچگاه مردی را که از شدت عشق شراب می نوشد و در خیابانها جار و جنجال راه می اندازد و سر خود را زخمی می کند محکوم نخواهم کرد. این یک عادت درستی است که باعث می شود درد و غم از ذهن دور شود. من خودم اکثرا این کار را انجام دادم. ولی تو به گونه ای شراب می نوشی که انگار امروز روز آخر زندگیت است. بیمان را دارم که با این کار خودت را به کشتن بدهی. اگر هدفت این است، بهتر از خودت را داخل یک وان شراب غرق کنی. چون هم سریع‌تر است، هم لذت بیشتری دارد. موجب آبروریزی هم نمی شود. به حرفای او گوش کردم. بعد به دستهایم نگاهی انداختم. دیدم به گونه‌ای در حال لرزش هستند که گویی از خود اراده داشتند. دیگر به من تعلق ندارند. در مورد علم و دانش که در سرزمین‌های گوناگون کسب کرده بودم اندیشیدم. متوجه شدم که افراط کاری احمقانه است. سپردن خود به دست غم و شادی مفرط مثل خوردن و آشامیدن بیش از حد اعتدال احمقانه است. به همین دلیل به کاپتاه گفتم همان کاری را که تو گفتی انجام خواهیم داد. ولی بدان من خودم مصمم شدم که این کار را بکنم و حرف‌های تو روی من تأثیری نداشته. حرفهای تو مانند وزوز مگس ها در گوشم ملالاور است. من دیگر شراب نمی نوشم. دیگر سر سبویی را باز نمی کنم. فکرهایم را کردم. قصد دارم به اسمیرنا بازگردم. کاپتا از شدت خوشحالی شروع به بالا پایین پریدن کرد. بعد بیرون رفت تا ترتیب سفرمان را بدهد. ما همان روز سوار کشتی شدیم. پارو زنان پاروهای خود را به آب انداختند. ما خیلی آرام از بندر حرکت کردیم. بعد از خروج از بندر، پاروهای خود را از آب بیرون آوردند. ناخدا در اتاقک خود برای خدای دریا قربانی کرد. دریا نوردان بادبانها را بالا بردند. کشتی حرکت کرد. در مسیرش سرعت گرفت. جزیره کرت در پشت سر ما، مثل سایه‌ای مبهم و غبار یابی رنگ و شاید خوابی کم کم محو شد. ما در پهنه آبهای اقیانوس تنها ماندیم. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان زیبای سینوهه پزشک مخصوص فرعون لذت برده باشید. فراموش نکنید که نظرتون راجع به این داستان برام کامنت کنید. روز روزگار بر شما خوش.